می از جمله صنایع مادر و اشتغالزایی به شمار می آید که می تواند به عنوان تغذیه کننده سایر بخش های صنعت به رشد اقتصادی کشور شتابی دوچندان دهد. صنعتی که مواد اولیه آن در داخل کشور تولید می شود و از ارزش افزوده بالایی برخوردار است. خوشبختانه 70% دستگاه از تجهیزاتی مثل معادلهای حرارتی وسل تاور در ایران ساخته میشه. فقط اون بحث لایسنسر طراحی اولیه است که اونم شرکت‌های ایرانی دارن جوین ونچری کار میکنن و مشکل خاصی نباید باشه. بر اساس آمار موجود صنایع پتروشیمی در سه ماهه نخست امسال توانستند با افزایش بهره‌وری و کاهش توقف واحدها حدود 6.5% تولیدات خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دهند. در حال حاضر میزان تولید انواع محصولات پتروشیمی بیش از 43 میلیون تن در سال است. همچنین در این مدت به طور کلی 6.6% بیشتر از سال گذشته فروش انواع محصولات انجام شده است که به تفکیک با افزایش 6% صادرات و افزایش 7.3% فروش داخلی روبرو بوده ایم. این صنعت در سال گذشته بالای 10 میلیارد دلار صادرات داشتند. رقمی همین حدود در داخل عرضه کردند و صنعت بسیار بسیار پیشروی است و جای امیدواری زیادی داره. امیدواریم با تأمین منابع مالی، با پشتیبانی های تکنولوژی، با پشتیبانی ها و بهبود فضای کسب کار بتونن این صنعت رو در برنامه افق 1404 به جایگاهی که باید برسه به عنوان اولین صنعت در منطقه انشالله برسونه. به نظر میرسد توسعه صنایع پتروشیمی که بخش عمده ای از صادرات فراورده های غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده می تواند زمینه مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم نماید. روزانه به طور میانگین بیش از 30,000 تن انواع محصولات پتروشیمی از بندر عسلویه به کشورهای دنیا صادر می شود. محمد ابراهیم پاکزاد، خبرنگار شب.